امین سوفیومه، کارشناس روابط بین الملل از ایندیانا با ما هستن. آقای سوفیومه خیلی خوش اومدین. آیا جمهوری اسلامی اونطوری که اولیانوف به ایران اینترنشنال گفته برای رفتن به سمت ساخت بمب هسته‌ای نیاز به تحریک شدن داره؟ درود بر شما. نه، من فکر نمی کنم سخنان آقای اولیانوف ریشه‌ای در واقعیت داشته باشه. حقیقتش اونه که جمهوری اسلامی به سمت هسته‌ای شدن داره پیش میره و گسترش برنامه هسته‌ای خودش، به دلیل اینکه این راهو هموار دیده و موانع رو جدی احساس نمی‌کنه. احساس می‌کنه که غرب و به ویژه آمریکا از اعمال فشار و تهدید ناتوانه. یکی از دلایلش این میتونه باشه که آقای بایدن پیش فشارهای حداکثری رو نفی کرده بود، محکوم کرده بود و محکوم به شکست میدونست، و برای آقای بایدن الان بازگرداندن فشارهای حداکثری یه مسئله حیثیتی شده و جمهوری اسلامی به خوبی اینو میدونه. از طرف دیگه جمهوری اسلامی احساس میکنه که به دلیل تنشی که روسیه با غرب داره، روسیه الان بیشتر مایله تا از کارت جمهوری اسلامی استفاده کنه برای فشار آوردن به غرب. به نظر میاد جمهوری اسلامی به یک نوعی سرنوشت این برنامه هسته‌ای خودش رو به دست روسیه سپرده، چرا که مطمئن شده الان نسبت به دشمنی روسیه با غرب. خب آقای سوفیومه، تصمیم جمهوری اسلامی به نظر شما برای برچیدن دوربین های آژانس با چه هدفی انجام شده؟ نماینده روسیه در مذاکرات هسته‌ای وین میگه که این اقدام در واکنش به صدور قطعنامه علیه ایران از سوی شورای حکام بوده. به نظر شما چه هدفی در پشت این اقدام ایران بوده؟ ببین، جمهوری اسلامی به تعهدات خودش عمل نکرده و این قطعنامه یک عکس العملی به عدم رعایت تعهدات جمهوری اسلامی. اگر که اون نظارت آژانس رو هنوز اعمال کرده بود و پذیرفته بود، الان این قطعنامه تصویب نمی‌شد و به نظر میاد که جمهوری اسلامی استفاده می‌کنه از گفتگوها و مذاکرات برای پیشبرد برنامه هسته‌ای خودش. همه اینها غرب رو به این نتیجه رسونده که جمهوری اسلامی اهل سازش نیست و جدی نیست در قول‌هایی که میده. منتها من فکر می‌کنم این عکس العمل شدید جمهوری اسلامی بخشش ناشی از ترس جمهوری اسلامی و ترس از اینکه کشورهای غربی، مخصوصا سه تا عضو اروپایی برجام، به این نتیجه برسن که الان موقعشه که تا مکانیسم ماشه رو فعال بکنن بدون احتیاج به اینکه به شورای امنیت برده بشه پرونده جمهوری اسلامی. تمام اون فشارهای بین المللی و تحریم‌های بین المللی بدون رفتن به شورای امنیت باز می‌گرده و این میتونه مبنای این عکس العمل شدید جمهوری اسلامی باشه. و من فکر می‌کنم ترس دوم اون اینه که نخواد یک اتحاد و اجماع جهانی شکل بگیره در جبهه غرب علیه جمهوری اسلامی و به این نتیجه برسن که شاید یگان راه مقابله با برنامه هسته جمهوری اسلامی گزینه استفاده از زور و یا گزینه نظامیه. خب آقای سوفیومه، فکر میکنه که اگر ایران به این اقدامات اینچنینی خودش ادامه بده، واکنش شورای حکام چه خواهد بود؟ ما شاهد اقدامات سختگیرانه از سوی شورای حکام در برابر ایران خواهیم بود؟ این احتمال بسیار وجود داره، بسیار بالاست، به دلیل اینکه الان یک سال و نیم از مذاکرات دور جدید برجام گذشته و آقای اولیانوف همیشه ابراز امیدواری میکرده که این الان امروز فرداست به نتیجه خواهند رسید، ولی نه تنها به نتیجه نرسیده، بلکه جمهوری اسلامی خواسته های فرا برجامی مطرح کرده برای بازگشت به برجام که عملا وجود هر گونه سازشی رو به بن‌بست کشانده، چون که جمهوری اسلامی اون انتظارات فرابرجامی اون در حیطه قدرت آقای بایدن نیست که بتونه اونها رو اجرا بکنه و تعهدی بده. و یا مسئله ضمانت‌ها که دولت بعدی آمریکا از برجام خارج نمیشه، این هم در حیطه قدرت آقای بایدن نیست. جمهوری اسلامی یه خواسته‌هایی مطرح میکنه که اصولا برآورده شدنش در توان هیچ دولتی و هیچ رئیس جمهوری در آمریکا نیست و شاید این یک نوع بهانه‌ای باشه برای به بن‌بست کشاندن مذاکرات و فرصت بیشتری پیش بیاد برای جمهوری اسلامی برای گسترش برنامه هسته‌ای خودش.